به نام خدا. داستانی دختر عاقل پادشاه. دوستان عزیز، در این داستان خواهید شنیدین که دختر پادشاه روزی به پدرش مهارتی که او یک عمر به دست آورده بود را میگوید این فقط یک عادت است. پادشاه عصبانی می شود و می خواهد او را بکشد. این که در ادامه چه می شود تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. ممنون از لایکتان. بود نبود در گذشته های دور پادشاهی بود. روزی از شکار برگشته بود. دخترش را صدا زد. تخم مرغی روی سری او گذاشت و تیری در چله کمان نهاد و تخم مرغ را از روی سر دخترش انداخت. بعد از دختر پرسید: خب چطور است؟ تیراندازی هم خوب است؟ دختر گفت: پدر جان، بر خودت نبال که کار کار عادت است. پادشاه خیلی عصبانی شد و به وزیر امر کرد دختر را ببرد و بکشد. وزیر دختر را برد و در جنگلی رها کرد. بعد به نزد پادشاه آمد و گفت: سرورم، او را کشتن. دختر در جنگل رفت و رفت تا به مرد شوبان رسید. مرد شوبان که فرزند نداشت او را به دختری خود قبول کرد. صبح فردا دخترک مروارید از گیسویش در آورد و به مرد شوبان داد و گفت: دیگر نمی خواهم دنبال گاوها و گوسفندها بروی. این را بفروش و هرچه غذا و لباس لازم داریم بخر. روز بعد دخترک و شوبان در حال گردش به کوی رسیدند. پای کو جای زیبایی بود. دخترک مرواریدی به شوبان داد و گفت: برو این قطعه زمین را از پادشاه بخر. شوبان مروارید را گرفت و نزد پادشاه رفت. پادشاه وقت فهمید که شوبانی برای خریدن قطعه زمینی که در پای کوه هست آمده، گفت: برو زمین را تصرف کن، پول تو را هم لازم ندارم. در آن زمین کاخی 40 طبقه‌ای ساختند. وقت کاخ آماده شد دخترک به شوبان گفت: پدر، به بازار برو و گاوی که تازه زاییده و گوساله‌اش نر باشد برایم بخر. شوبان گاو و گوساله را خرید و بازگشت. دختر هر روز 3 بار گوساله را از طبقه 40 کاخ به پایین نزد گاو می آورد. گوساله شیر می خورد و باز گوساله را به طبقه 40 بر می گرداند. 5 سال کار دخترک همین بود. در این مدت گوساله گاو بزرگی شده بود. روز پادشاه در جنگل سرگرم شکار بود. دخترک شوبان را فرستاد تا پادشاه را برای شام دعوت کند. پادشاه دعوت شوبان را پذیرفت و غروب به خانه او رفت. دخترک اسباب پذیرایی را مهیا کرد و بعد گاو نر را روی دست گرفت و از پله ها بالا آمد. پادشاه بسیار تعجب کرد و گفت: ای شوبان، آنچه میبینم مثل یک معجزه است. درباره دخترت برایم حرف بزن. شوبان گفت: قبله عالم به سلامت باشد. معجزه ای در کار نیست، کار کار عادت است. پادشاه تا این سخن را شنید به یاد گفته دخترش افتاد و گریست. دخترک علت گریه پادشاه را پرسید. پادشاه گفت: دختری بیگناه هم را نابود کرده. دختر از او خواست تا کسی که دخترش را کشته است احضار کند. پادشاه وزیر را احضار کرد و از او پرسید که آن روز دخترش را کشته است یا نه. وزیر امان خواست و حقیقت را گفت. دخترک چادر را از سر برداشت. پادشاه دختر خود را شناخت و غرق شادی شد و گفت: حق با تو بود، معلوم شد که تو از من عاقل تری. دخترک را بخت وزیر در آورد و 7 روز و 7 شب جشن عروسی برپا شد. پایانی داستان. خب دوستان عزیز، خدا کنه که داستان خوشتان آمده باشد. آها، فراموش نکنید که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا قصه و حکایت دیگه، خدا حافظ.